سلام، خوش اومدید به امیر گیم شو و یه قسمت هیجان انگیز و خونین دیگه از کالیستو پروتکل، بازی که واقعا توی این چند قسمتی که بازی کردیم گرافیک بسیار بالاش ما تو مبهوتمون کرده، فوتوریالیستیکه، واقعا انگار عکس جلوت گذاشتن. از طرفی سیستم مبارزاتیش متفاوته و اون چیزی نبود که مثلا تو دد اسپیس می‌دیدیم. و خب اگه درست اجراش کنی، یعنی جا خالی بدی و با ریتم ضربات بزنی، نه پشت سر هم، یعنی ریتم ضربه که خورد ضربه بعدی رو بزنی و مدیریت کنی و زمان بند داشته باشی، بسیار رضایت بخش خواهد بود. من که تا اینجا خیلی حال کردم باش و کلا داستان جالبی هم داره. حالا بریم امروز ادامهش چی میشه. اما توی همین سه قسمتی که گذاشتم، چند تا کامنتی که دیدم این بود که بعضی از بچه‌ها گفتن ما خیلی دوست داشتیم اینو بازی کنیم، ولی خب قیمتش $70 سختمون رو که تهیه کنیم. و خب پیش خودم گفتم اوکی، منم همین ایده رو داشتم. منم گفتم آقا، منم کالیستو پروتکل $70 خیلی زیاده. من این بازی مثل گاد آف وار یا هورایزن فوربیدن وست نیست که مثلا بخوام شاید سالی یه بار بهش سر بزنم یا خیلی دوستش داشته باشم. اینا نه، یه چیزی میخوام فقط تستش کنم. برای همین منم ظرفیت 3 خریدم و اگه دقت کنیم اینه که تو اکانت خودم میذارم، توی اکانت دیگه بازیش میکنم. دیگه میدونید ظرفیت ها رو، دیگه یه سری سایت های هستن، اکانت ظرفیت 1 که فقط آفلاین، ظرفیت 2 که هم آفلاینه هم آنلاینه، میاد روی اکانت خودتون اون بازی که دوست دارید کم قیمتش بالاتر از بقیه ظرفیت هاست، و ظرفیت 3 که همیشه باید آنلاین باشین، یعنی به اینترنت وصل باشید، اما قیمتش پایین‌تره و بعد توی اکانت خود اون اکانتی که اون سایت بهتون میده بازی کنید. دیگه توی خود اون سایت ها راهنماییشو نوشته و بهتون یاد میدن که چجوری استفاده کنید ازشون، اونجوری میگیرید. حالا شاید بگین امین خب دانلودش چیکار کنیم؟ خب ببین، خیلی ها از طریق این که مثلا از یه سری سایت ها دانلودش میکنن، بعد با برنامه PSX میریزنش روی کنسول. من اون اصلا علاقه ندارم بهش جدیدن و با خود کنسول دانلودش میکنم، یعنی چیز میکنم شبانه ایرانسل یا همراه اول که نامحدوده، یا مثلا 30 گیگ شبانه ایرانسل میگیرم و بعد کاری که میکنم بازی رو استارت میذارم دانلود و بعد میام رست مود میذارمش توی رست مود و خودش دانلود میکنه. بسیار هم این کار رو خوب انجام میده. مثلا اگه شب 30 گیگ هم دانلود کنید مشکل نداره، یا شب 30 تاشو دانلود کنید، شب بعد 30 تا دیگه شو مثلا 60 گیگشو دانلود میکنید، هیچ مشکلی هم برای کنسولتون ایجاد نمیشه. من همیشه کنسولم رو رست موده و فقط نکته که وجود داره برای اینکه بتونید بازی ها رو توی رست مود وقتی مثلا استارت دانلودش کردی گوشیتون رست مود خودش ادامه بده و فقط از مودمش استفاده کنید، یعنی از لنتون استفاده کنید، نه از چیزی روشن مون، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. تنها کاری که باید بکنید اینه که بیاین توی سیتینگ، بیاین توی بخش سیستم و بعدش میاین اینجا بخش پاور سیوینگ، گزینه فیچرز اویلیبل این رست مود، یعنی ویژگی هایی که وقتی تو رست مود فعال باشه، میایین داخلش میبینید که نوشته استی کانکتد تو اینترنت، یعنی وقتی رست مود با اینترنت کانکت بمون. تیکشو زدم خب برای موقعی که میخوام دانلود کنم، بعدم که دیگه دانلودش تموم شد تیکشو خاموش میکنم. چرا؟ چون پشت پرده نمیخوام وقتی کنسولم خاموشه بره مثلا بازی ها رو آپدیت کنه اونجوری، نه اینو تیکشو بردارید دیگه آپدیت هم نمیکنه چیزی رو. و اینطوری میتونید هم مدیریت کنید، هم با یه هزینه 300 تومن، حالا 400 تومن 500 تومن اینجور چیزا، بازی رو روز عرضه همچین بازی $70 رو تجربه کنید و لذتشو ببرید. روی پی سی هم همین اتفاق داره میفته. الان روی پی سی هم اکانت های اشتراکی میفروشن که بازی های مثل این که آفلاین رو راحت میتونید بازی کنید باهاش، که اون 200 تومنه. 200 تومنه خطر بند شدن و این چیزا هم نداره اونا دیگه. پی سی تون رو نمیتونن بند کنن. نه، میتونید راحت استفاده کنید و لذتشو ببرید. این توضیح دادم که بتونید کمک کرده باشم. بریم داستانمون ادامه بدیم. خب بچه‌ها، دقیقاً از همون جایی که اومدیم این دستکش رو پیدا کردیم، بازی رو دوباره شروع می‌کنیم. از این دستکش قدرتی‌ها که دست اون کاپیتانم بود، حالا دقیقاً مثل دد اسپیس می‌تونیم چیزا رو کنترل جاذبه کنیم. نه، یکی از اون دستکش‌های کاپیتان فریس پیدا کردم. اون اسمش GRPه. نه، اون گاردای لعنتی همیشه روی ما زندانی‌ها استفادهش می‌کردن. میگه آره یادمه. حالا چیز خوبیه، کارهای مختلفی میتونی باهاش بکنی. بیا یه امتحانش کن. قصد قبلی رسیدیم اینجا که بخواستم امتحانش کنم، بیا ادامه ندم. خب برو ادامه بدیم ببینیم چیه. هیچ که باید از این هسته هم اسکی بدیم، هسته رو برداشتیم، این دره دیگه باز نشه. خب تجوری باید چیز کنیم. خب نحوه استفاده ازش اینه که زب آردو رو نگه هم دارم که تفنگ، بعد زب در بزنیم و بعد با پرتش میکنیم. ال دو رو میزنیم، بار دو پرتش میکنیم. ای با اوه، یه چیزایی رو میتونیم پرتش کنیم. نگرش دار پایین، یه چه خبره؟
نمیدونم چه اتفاقی داره میفته. بعد نگرش داره تا بشه که آرامش آرام بخش بودن. عجله کن. زندانیا دارن میان به این سمت. وای اون رو پکوندش. دکتر ماله ما اینجا گیر افتادیم. دست یارو رو زده پکونده یارو. کلش کنده شده. خب اینجا ببینیم قضیه چی بوده. این چشمانی که سبز میشه وقتی بهشون حمله میشه. اینجا رو نمیدونستن چه خبره. اینجا یه چیز داشته ملت اینجا رو مریض میکرد درست قبل از اینکه این خرطوخری اتفاق بیفته. ولی قلبشون ظاهرن سالم میبونده. اما قلبه در استیج 4 این شکلی میشه فکر کنم. آره منظورش اینه. به نظر میسه منظورش همینه تو استیج 4ش این شکلی میشه که تبدیل میشن. واخ پکوندمش یارو رو. جنازه ها رو همیشه براش بزنم. حالا به اینکه اومد خب بزنمش تو اون برقه. داخل بده امو. این دیگه چه کفتی بود بی پدر؟ تو از کدوم گوری اومدی؟ این دفعه از این اینجا راه هست یا نه؟ چیه اینجا الان؟ این یارو از کجا اومد؟ نه گوره پدر ببینم اینجا چی شد؟ نظرم نمیدونم جون بزنیم یا نزنیم؟ خب دیگه این دفعه یه بار اومدیم دیگه. برو تو شیشه! داخلی بده! پوش! گونده بک! گونه امیر! وای نمورد کله چه زدم لعنتی. به سر این چه کوفتی بود گل پدرت. به سر این اولین بازی ترسناک که تو اونو کلش رو میزنی نمیمیرن. تو هر بازی دیگه بود کلش رو میزنی تمام بود. یه پدر ها این یه نامردی اساسی بود. این یورو پشت سرمون اومد برای که به ترسناتمون اینجوری کرد. آره خب خوبه یه جون بهمون داد. اون یکی کجا رفت؟ اون یکیه جونو بره اونو لوتش نکردم. یه صدایی داشت میکنه بلند شد رفت. آره اینا شو رد کن بیا. 11 تا دیدی چجور شیشه رو شکستش؟ خیلی قشنگ بود. خب حالا بعد بریم اون یارو رو ببینم توی این بکنم. آره الان همرامه. اون یکی رو بزن جا در باز شه. خیلی سیستم ورزاتش جالبه به نظرم. اگر ریت بزنید بچه آره دیگاه کن آره یک ضربه سنگینه. نمیشه تو مبارزات اینجوری که خیلی از نزدیک داریم میجنگیم بزنید. ولی آره دوها نگاه کن تا ضربه خور یه دونه دیگه بزنید. یه دونه دیگه بزنید تا سه تا میتونه بزنید. تق 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 بعد تفنگ بهتون میده. تفنگ بزنید ریت میفته و خیلی بهتر میشه. جا خالی هم فقط جهت بدید. هر دفعه یه جهت نمیزنید. یه بار چپ یه بار راست. خیلی مهم نیست چپ و راستش. فقط چپ و... یه بار چپ یه بار راست. ببین اون چیزی که پشت سربون آبیه اون باتری این چیزه است. باتری اینه.
چی بود؟ اوه اینا رو نمیتونیم کارو بکنیم. ایوال ایوال لیبل آپ توفنگ UJC Printing بله سیستم پرینتینگ 185 تا پول دارم 900 تا میخوادیم ولی میتونیم مثل چیزها رو بفروشیم. خب مثلا چی چیز یاد داریم که بفروشیم؟ انرژی کانورتر نمیدونم اینا چی بود. اینا رو بفروش مهم نیست. اینا مثلا چیه؟ گولان ببین دوتا 12 تا گوله داریم. برای که میخوام لول آپ کنم میفروشم یه دونه از جونال هم میفروشیم اشکال نداره. شد 805 تا. ببینیم چی میتونیم بخریم. اوه برای دستکشمون هم چیز جدید اومده. خب مثلا این 300 تا میدیم نوشته سرعت ریشارژ شدن شارژ دوبارهش بیشتر میشه. 300 تا مهمه. اوه الان دستکش جدید هم میده. نه یه چیپس فسرین حرکت تمیزیه. خب حالا یه دونه اصلا اون رو ببریم بالا دیگه. 200 تا میدیم که وقتی تیراندازی میکنیم چکشش چی میگن؟ ریکویلش کمتر بشه. یعنی قنداق که میزنه حالا فکرم شکل تفنگمون عوض شه. آه ببین یه چیزی به تفنگمون اضافه شد. ایول این حرکت تمیزه. اصلا بازیایی که تو لول آپشون تغییر شکل میدن واقعا دوست دارم. خب ببین چه اتفاقی افتاد اینجا. ببین یه گزینه این ور داره که ما میتونیم چیز کنیم خشاب اصلمون رو تغییر بدیم و تعداد بیشتر خشاب توش داشته باشیم. بیشتر از 6 تا توش داشته باشیم. 200 تا حالا نمیدونم بذار مثلا اینا چنده. مثلا این 9 دیگه بقیه‌اش 900 ه ولی خب به نظرم اون مهم نیست ولی این مهمه برای دستکشمون که فضای دستکشمون بیشتر شه. یعنی بیشتر بتونیم انرژی توش داشته باشیم. این کلا چیپسات جدید بهمون میده. مثلا اون عرق که از کلش داره میزه عرقاش بسنم تکون هم بخوری یا نه فقط هم تو علکیه. خب اینا هم زدیم. یکی از بچه ها توی کامنت ها برام نوشته بود که اگه یه جایی دیدی شیشه یه بزن توش بشکونش به چیز میز میده. اون که اینجا شیشه ای نبود. هلت خوبه گوله همه این گوله هایی که فروخته بودیم برگشت. هلتمون هم خوب شد. حالا کجا بریم؟ اینجا میدونه اینجا چیه؟ انرژی. خب بدونه جی آر پی پک به دست آوریم چی کار میکنه؟ خب نوشته اینا باتری های جی آر پیه که خب کمک میکنه مثلا وقتی شما یه نفر رو تو هوا نگه داشتین اگه تموم شد اتوماتیک خودش پر میکنه و میتونید طرف رو دوباره نگرش دارید. اگه داشته باشید اتوماتیک استفاده میشه. اگرم میخواید دستی استفاده کنید برای توی اینونتوری طبیعتا این چیزی که فقط توی اتوماتیک به درد بخوره دیگه. مثلا یه جایی تموم میشه اتوماتیک خودش استفاده کنه. جلن یه جور دیگه هم گیرم اومد. بله اونی که فروختم و دوتا رو فروختم پول به دست بیاریم بتونیم لول آپ کنیم. اینم یه بخشی از سوروایوال دیگه. یعنی من چیزامو میفروشم که بتونم لول آپ کنم. اوکی فقط من بعد ببینم کجا باید بریم. اونجا اپریشن بود. خب این و اپریشن هم اونجا بود که ازش اومدیم. خب همین رو آماده باش. ببین یک نکته که داره اینه که چراغ قوه تا زمانی که دستتون رو بالا نگیرید کار نمیکنه. خب اینم یه چیزش کردیم. ریلودش هم کردیم. حواستون باشه ریلود نمیکنه خودش. جلو خاک و خون کشیدن. وای به خاک و خون کشیدن. جیکوب تو رسیدی؟ من الان در ورودی رو برات باز میکنم که تو بیا بالا. اوخ نه بوگند میادم که این چیز داره برده. وای این کله یارو باید به دست میبریمش.
چی بود؟ OFC Death Simmons. این خیلی متناش دوست دارم. نوشته آفیسر داچس سیمنز که در سال 2313 به خاطر چندین شکایت از طرف زندانی ها از یه جای اخراج شده و مثلا توقیف شده. بعد در سال 2316 به خاطر اینکه یه سری روزنامه‌نگارها اومده بودن بررسی کردن این گندکاری‌هایی که این کرده بوده، رفته بود زده بود چند تا از اون زندانی‌ها که لو داده بودن رو کتک زده بوده، تا اینکه در نهایت دو سال بعد در سال 2318 منتقل میشه به این زندان بلک آیرن. و خب در سال 2318 به اینجا منتقل میشه، 2319 تشویق دریافت میکنه اینجا. یعنی دقیقا اون زباله بازی هایی که در میورد جای دیگه اینجا مورد تایید بوده. همه آدم های بد بودن اینجا. خب حالا بریم فایلش رو گوش کنیم. خواهش میکنم تمومش کن، من هرچی که بخوای بهت میدم، هرچی که بخوای. آخه ما هیچی نمیخوایم از تو، ما فقط داریم خواهش میگذرونیم. نه نه نه. واه سیمنز، این سیمنزه باجی سیخ سیارو سیخ چپونش کردم. بزن بایی نمیشه بزنیمشون. واه نظر بعد اینا رو میذاش که اینا رو هم بزنیم اینجوری جا خون به پاچه در دیوار. پشت اعتمال داره یه چیزی باشه. ای بابا چرا یه چی نبود؟ این شیشه ها میتونیم بشکنیم؟ نه خیلی حس ضرباش خوبه. وقتی باتومه میخوره تو دیوار اصلا احساس که یه لولهی خورد تو دیوار. لاکداون هم شده. رسن مثل که گیر کرده. بیا داخل. من از اینجا به بعدش آزادش میکنم که بیاد بالا. این چیزه رو میگه، آسانسور رو میگه. نگران نباش، آروم میفرستم پایین. به رسن میرسه ترمزاش درست کار نمیکنه. الیاس دارم سرمون میکنم. یکی از موتورها خاموش شده وقتی برق زدم توش. میگرش دور، میگرش دور. الیاس سیستم جواب نمیده. تو دستی دیگه اشتر. چی؟ چجوری؟ یه چیزی به جاپون توش. بو عجله کن. زود باش، هنوز زاده. بو بدترین اتفاق دنیا میتونه بیفته که از آسانسور بیفته پایین آدم. جیکوب هنوز زنده ای؟ آره تقریبا. ای بابا من نمیدونم چرا این سیستم اینجوری عمل میکنه. برو برق پایین رو بازسازی کن بعد بیا سوار آسانسور دیگه باشو. میگه آره صبر دارم برم سوار آسانسور بعدی بشم. باید ترس دو سال لسه بی پدره بزن تو صورتش. وای چیه پسر؟ این چه کفته بود؟ Point of way out of basement. از زیر زمین یه راه فرار بکنه. این نوشابه ها چیه قضیه؟ استر از زیر در میشه. چه حالی؟ بدر سوخته. بابا پسر چقدر بدرقه. من نمیمیره. بذار مادرشو. این هم بس بذار این هم شد یه چیز به اون بده. آنزی گفتم اصلا هر چیزی که میکشی رو برو مثلث روش بزن. خب بعد ببین دره رو باز کنیم. آره بذار اون که خالیه رو حتمش بدارم. فیوز ریکوایر بعد فیوز بهش بزنم. بابای
اینو چی کارش کنیم خب؟ خب با گونده بزنیمش. اینجوری که کارمون نمیشه. ای بخواد هر دفعه حالا یه دونه هلت دیگه بهمون داد، داره بهمون یاد میده. ببینی داره بهمون یاد میده، میگه اینا رو باید قبل از اینکه باید حواست باشه برسی بهش گرفتتت، هیچ کارش نمیتونی بکنی. بکنم جا خالی بشه داد، حالا یه امتحان میکنم دفعه دیگه. ولی خب این دفعه بهمون میخواست یاد بده، برای این جون رو بهمون داد. پشت موشه باید از پشت شیشه میخواد بکنیم. نه شیشه رو میتونیم بهش کنیم باش. جا خالی آره دو. ببین بعضی وقتا دو تا ضربه بزنیم. باید کن بیاد پولا. واو چی بود؟ بابا این چه بازشه؟ اینطوری کارمون نمیشه. جونو بزن ببینیم بابا. نه پایین رو نگه دار. آه. آه قرار باشه هر باری نه دیم اینجور جونو ما رو بخوره که نمیشه. بعد مدام نگاه کنم نمیشه تون تون بریم. اینا حتی بار دوم که آدم بیاد دیگه میدونه دیگه نمیتونه اینجور شتکمون کنه. ولی اصلا معلوم نبود خون بایی به نظرم باید یه چیز پرد کنم توش. وایسا نشد که. پس بکنم خودشو بعد نگه داریم. وایسا شبا یه چیزی بزنیم توش. بسیم چی بزنیم توش پیدا کنم. یه آدم یه چیزی باید پیدا کنیم شبا بزنیم توش تا وایسه. امین مراقب باش. نگاه کن قشنه اینجا پر از این جنده هست. گو آماده باش امیر. پرتش کنید رو سوراخه به نظرم. گو باجه این چی بود خون پاچید بیرون؟ اومده باشم این خب بکنمش توی سیخه. از این برسی داشت داریم چرا برای نمیرمش من؟ هو! پشت سرمون یا اینجا بیه ناموس برو تو یه بار دیگه نشد رد بیه شد باید یه چیزی این بالا هست. سیستم موسیقیش تخمیه. ببخشید باید بگم دیگه آخه این چه وضع سیستم موسیقیه که همش داره اینجوری پشت سر ما اینجوری ترسناک بازی در میاره. آفیسر کری براون. خب این یکی زارن آدم نمیدونه آدم بدی بوده یا نبوده، ولی دستورش این بوده که مسئول امنیت اینجا بوده، یه جای خیلی امنیتی شدیدی بوده اون حرفا. نمیشه نمیدونم اصلا چیز مهمی نبود. ببین اصلا سیستم موسیقی هاش چجوریه همش
خب گوله گوله ریلود کن، دوتون اونم برداری. اونجا یادم باشه گوله دارم، اگه کسی اومد دوتا گوله تو پوزش خالی میکنم. گو اونا وایسا 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 این از این خرکی ها. برای پشت سرم داره اینجوری صدا میاد، اصلا چه فایده داره این کار؟ نه پشت سرم داره که اومده نه مردم و الان میمیرم. این چیه؟ این چیه؟ آره وای نه خوب فهمیدم. خب یه بار دیگه، یه بار دیگه این بار دقت کنیم به این دفعه چرا پشت سر اصلا خودشون رو نبد. ای تو روش اومده اینجا این دفعه. نس دقیقا بوی نب نگ بخوشم اینه بزرش دیده چی نمیده؟ پرخون پرخون پرخون. خب این دفعه همین آماده باش. اینو بگی اینو بگی اینو بگی این همین خودشه. خب خوشان برو پایین با آره یک میزنم برو پایین جوخاری. نه نه اوه چرا از اینجا آوردمون؟ پس اونا چی؟ اونا رو زده حساب کرد. خب اینو من نهیده بودم مثل صدقه اینو بخورم. اینونتوری اونم فوله. چرا اینونتوری فوله؟ بکنم بخاطر که جونه اون همه رو زدیم. اونها رو بزن پرشه. خب اونها رو من میخواستم لوت کنم و حواسم اون باشه. آره دیگه اونها رو مثل که دست بود. حتی فکر کنم چیز خیلی مهمی هم نیست. آره خب ترجیح میدم از همین قسمت قبله بیاد، نه اینکه ما رو ببره جلوتر. اینم بردار. ببین از صداها هم میتونیم بفهمیم لوت های مختلف ها، عشان صدای اون چیزا میومد که اینجا هم زدیم. خب اینجا دونه فیوز نیاز داره. فیوزش کجاست؟ پرام اون بره. آره دیگه کجا فیوز داشتیم؟ خب این آسانسور. یه جای دیگه هم فیوز داشتیم ها. از اینو برش دارم برش دارم. یه جای دیگه هم یادمه که گفتیم فیوز نداریم، بعد بریم فیوز بیاریم. آره اینا رو به حواسمون باشه. برا بود مثل چیه؟ آه.
اونجا هم اونجاست که از شما هم دیگه من نبودم اینجا. نه اینجا بود. حالا بس بزنم اینجا آنلاک میشه. حال کردی چی خوب یادم موند. خب پس ببینید حواستون باشه. بس اومدیم حالا این وره این چیزه. اوه چی هست؟ چیه؟ چی کوفته؟ اینونتوری برای چی پوله؟ بعد خالیشه. این انرژی سلولر رو میندازیم ببینیم این چیه؟ اسکانک گان. اسکماتیک یه دونه اسلحه جدید پیدا کردم. قطعاً اونو به سرونه یه اسلحه رو داشتیم از دست میدادیم. این چیه؟ خب اینجوری نمیشه. ما باید این جونه رو بخوریم. همینطور الکی بخور بریم. اینا برا انرژی کانورتر. اینا پوله. نه که 250 تا پوله. باتری پک. چرا اینقدر اینونتورمون کوچولوه؟ این گوله‌ها رو هم بنداز. بذارشون رو برده. به نظرم این ارزشش بیشتر از گوله باشه. حالا نمیدونم. گوله آخه اصلا استفاده ما نمی‌کنیم توی این بازی. این هم بزنیم چی میشه؟ هیچی نمیشه. خب برابر ایسپس ببین یه حرکتی زدیم. چه تفنگ گیرم اومد. یه اسلحه جدید نقشه‌شو گیرم. اگه نیومده بودیم اسلحه رو گیرمون نمیومد. دهنت سر سرسیدم. این برای خب فیوز درم زدیم. برو بریم. حالا اگه به اون حمله کنن جالب میشه. پشته نرفتم. زی هست؟ نه بریم از این طرف. خیلی اینجاش ترسناک بود. اصلا این سیستم صداش چه کاری میکرد من بترسم بیشتر. از پشت سرم یه دفعه صداش اومد. لعنت. واقعا بچه خودتون اگه بازی کنید میفهمید چی میگم. آدم وقتی کنترل دست خودشه میرنه تو خودش. بیا یه دونه نقشه تفنگ جدیدم گیرم اومد. حالا بازش کن. حالا اینجا باید مراقب باشیم. سایزش نگاه کن به چی؟ واه الیاس من توی آسانسورم دارم شو رو میبینم. شو اسم این چیز هست دستگاه هست. الیاس اونجایی؟ من الیاس نمیگم الیاسه. الیاس صدا الیاس صدا میشنوید؟ شو شو کماند. یعنی اینجا مرکز فرماندهی کد شو. پیداش کردیم. ببخشید که جواب ندادم. آه این جونو رو ریختن داخل. اینجا رو ریختن به هم. میتونیم برسیم به شو؟ آره ولی فعلا سیستمای آره میگه سیستمای برقش از کار افتاده و داره روی برق اورژانسی کار میکنه. دارم دستی میخوام فعالش کنم. نگران نباش میرسونم باید اونجا. آره دارم فعالش میکنم. Use the gondola to reach the shoe. گاندولا چیه دیگه؟ میگه از گاندولا استفاده کنید و خودتون رو برسونید به شو. گاندولا چیه؟
خب بچا به نظر من قسمت همینجا ببندش، به اندازه کافی جیغمون رفت هوا، تو قسمت بعدی میریم گاندولا که نمیدونم چی رو پیدا میکنیم و باهاش میریم به سمت شو ببینیم اون ور چه خبره. خیلی بازی جالبیه، دقت کنید به نکاتی که گفتم در تو مبارزاتش رضایت بخش میشه براتون. ولی تا اون موقع مرسی و خدافظ.